چی تبریکی رادیو آزادی اطلاع میدهد کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه رشت جمهوری تاجیکستان امام مسجد دهه یشم فتح الله نظریف را مجبور نمودند که مکتوب مخصوص نوشته شده را که در آن گویا خدا یاروف با حرکت اسلامی سلفیه ارتباط دارد خبر داده شده است امضا نماید. جنید الله خدا یاروف یکی از فعالترین استفاده برندگان سامانه اجتماعی فیسبوک سنه 22 ینوری سال جاری از طرف کارمندان میلیسه با عیب ارتباط داشتن به حرکت اسلامی سلفیه دستگیر کرده شد. عین زمان او در سیزای ناحیه فردوسی شهر دوشنبه قرار دارد. نسبت خدایاروف با قسم دوی ماده 307 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان اشتراک کردن در تشکیلات اکستریمیستی پرونده جنایی آغاز گردید. سنه 2 مرد در همصحبت با رادیو آزادی امام مسجد فتح الله نظریف ابراز نمود که 2 ماه پیش او را به شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه رشت دعوت نمودند. یکی از کارمندان میلیسه حکومت ذوالفقار سعیدویچ مرا به اتاق درآورد. دیگر کارمند میلیسه باشد به طور دغلانه از من طلب نمود که بیانات را امضا گذارم. اگر امضایت را نگذاری خودت را در سلفیگی متهم کرده ریشت را میتراشیم و پشت پنجره رای میکنیم. به طور دغلانه تهدید نمود افسر میلیسه. من ترسیدم و راضی شدم در پایان بیانات امضای خود را گذارم. در حقیقت جنید الله خدایاروف به حرکت سلفیه ارتباطی ندارد و پیروی مذهبی ابو حنیفه میباشد. من حاضرم که به خطای صادر کرده ام قائل شوم، گفت فتح الله نظریف. فرهاد خدایاروف برادر جنید الله در همصحبت با رادیوی آزادی گفت که برادرش با حرکت سلفیه علاقه داشتنش را انکار میکند. چی طوری که او میگوید جنید الله در صحیفه سامانه فیسبوکی خود زود آیدی معماهای ناحیه رشت مینویست. در یکی از نشریه های او خاصتاً گفته شده است که در ناحیه رشت به قرار آمدند که با راه جمع‌آوری چهارمغز، خوچ، آهنپاره، قرض کلان اجاره ادبیات های مکتبی را گردانند. خدایاروف کارکنان انداز و دیرکتور کان محلی انگیشت را تنقید می نمود، می گوید فرهاد خدایاروف. یادرس می کنیم که تاجیکستان کشور یگانه می باشد که در آن حرکت اسلامی سلفیه در سطح دولتی ممنوع شده است. متخصصان می گویند که سلفیزم این سیستم نظرها یکی از مذهبها جریان در اسلام بوده، داخل نمودن این حرکت به صف حرکت های اسلامی که فعالیت سیاسی و ثقافی میبرند درست نیست. مجازر المسلمین فی فلسطین و فی الشام و فی کل بلاد المسلمین و یصمتون عن نصره.